احساس رضایت و خوشنودی دیگران برای افراد معمولا شادی‌آور و پیام تشویق‌آمیز و محرکه مثبت می‌باشد، به طوری که آدمی با امید و قوتی تازه برای رسیدن به اهدافش سعی و تلاش می‌کند. در صورتی که این رضایت از طرف کسی باشه که مورد محبوبیت ما هست، مورد علاقه و اعتماد ما خواهد بود، مسلماً میل به ادامه زندگی را حتی در بدترین شرایط نیز میتونه اون رو به صبر و آرامش و همچنین شرایط خوب و استقامت پیش ببره. برای مثال تشویق و رضایت والدین از کودکان چه احساس خوبی به اونها میده موقعی که اونها تشویق میشن. حتی توی رفتارشون ما ذوق خاصی رو میبینیم، حتی توی چشماشون احساس میکنیم که داره چشماشون با ما سخن میگه و یک موقعیت دیگه رو ما توی اون کودک میتونیم. حتی گاهی ما در زمان تشویق و رضایت معلمین، اساتید و مربیان در مجموعه هنری، ورزشی، علمی که از کسی به عمل میاد، واکنش خود ما که تماشاچی هستیم یک نوع ذوق و یک احساس خوبیه که حتما همه تجربه کردیم که گاهی حتی چشمای ما پر از عشق شده. همه ما با این مسابقه و انتخابات بهترین صدای آمریکن آیدل آشنا هستیم که گاهی افرادی رو دعوت میکنن که ما تصور میکنیم که نمیتونن اینا موفق بشن، اما وقتی موفق میشن احساس خوبی حتی اون به ما داده خواهد شد. همان گونه که خوشنود نمودن اطرافیان بستگی به خواست و انتظار آنها از ما می باشد، خوشنود نمودن خدا به اراده او بستگی دارد و هر چقدر که با
به او نزدیک میشیم، از اونجایی که شناخت به او کمک ما خواهد کرد که بتوانیم آگاه نسبت به اراده او بشویم، مسلماً توانستیم خدا رو خوشنودتر کنیم. مولوی اعلام میکنه: چه نزدیک است جان تو به جانم، که هر چه را اندیشی بدانم. زمانی که من به خدا نزدیک میشم، بیشتر از فکر و اندیشه او نیز آگاه خواهم شد، چون خوشنودی خدا از ما باعث این خواهد شد که بتوانیم ما زندگیمون رو تحت تضمین امنیت او احساس کنیم و از این رو رغبت ما به اراده خدا مسلماً بیشتر خواهد شد. نویسنده مزمور 46 الی 10 از شریف میخونم، این گونه اعلام میکنه موضوع خوشنودی خدا رو. اعلام میکنه: تو خواهان قربانی ها و هدایا نیستی، قربانی سوختنی و قربانی گناه را نمیخوایی. نویسنده هرگز قصدش بر این نیست که بگه من مخالف شریعت هستم. این شریعت خداست که موضوع قربانی رو مطرح میکنه، که انسانی که میخواد به خدا نزدیک بشه. ولی گویا نویسنده یک درک عمیق‌تری نسبت به خدا یافته، و اون علت شناخته او هست. اون میدونه که شریعت موضوع اصلی نیست، هرچند مطالبش خوبه و نیکوست و قوانین خوبی هست، مانند قوانین راهنمایی رانندگی، اما شریعت دست اشاره است به سمت هدف مقدسی که خدا در نظر داشته، تا انسان بتواند شکل خدا بشه و در مسیر و اتوبان عدالت قرار بگیره، چرا که شریعت به ما انصاف رو میآموزه و در انصاف همین جنگ و جدل هایی هست که تو دنیا میبینیم، اما در عدالت بخشش و فیض هستش. یک بار دیگه اینو میخونم، اعلام میکنه: تو خواهان قربانی ها و هدایا نیستی، قربانی سوختنی و قربانی گناه را نمیخواهی، اما تو گوش شنوا به من داده ای. یعنی دل شنوا به من دادی، یعنی من را مشتاق به خودت کردی، یعنی کلام را برای من مکشوف میکنی تا کلام تو را بشنوم، یعنی درک کنم. پس گفتم من حاضرم، دستورات تو در کتاب تورات برای من نوشته شده است. که منظور این قسمت این هسته: آنچه را که تو در کلامت گفتی من به اون عمل کنم. حالا شریف من نمیدونم این قسمت رو چرا یه طوری عنوان کرده درش که گویا یک خلایی هست، اما در قدیمیش اگر رجوع کنید کاملا میگه من میل به اراده تو دارم که بتونم تو رو خوشنود کنم. ادامه آیه این هست: ای خدای من، چقدر دوست دارم که اراده تو را به جا من تعالیم تو را در دل خود حفظ میکنم. در اصل میگه من به اون عمل خواهم کرد، نه حفظ کردن. اون آیاتی که ما میگیم حفظ بکنیم، عزیزان اگر بهش عمل نکنیم، ما دوباره توی چارچوب‌های متأسفانه مذهب گرفتار شدیم. خداوندا در بین جماعت تو این مژده را اعلام کردم. مژده خبر خوش که خدا عاشق ماست، خدا ما رو دوست داره، که تو ما را نجات میدهی. چرا این احساس رو این نویسنده داره؟ علتش اینه که به محبت خدا آشناست. علتش این هستش که به خدا اونقدر نزدیک شده که میدونه خدا بی هدف انسان رو نیافریده، همونطور که خدا هیچ موجود رو بی هدف نیافریده، به طور خاص انسان رو هرگز بی هدف نیافریده. او رو آفریده به شباهت خودش و میدونه که انسان منحرف شده از هدف مقدس. از این رو هستش که از اون به عنوان یک خبر خوش، به عنوان یک مژده اعلام میکنه و عشق خودش رو پنهان نمیکنه. ما امروز به عنوان مسیحی ها اگر خبر خوش نجات رو به دیگران ندیم، اگر بشارت ندیم، اون عشقی که خدا به ما داده رو پنهان کردیم. از این رو هست که مسیح میگه اونجایی که مرا منکر میشی، انکارم میکنی، در اعمالت، در رفتارت، در ابراز عشقت، من تو را انکار خواهم کرد. چیز دوری نیست، مانند دختر و پسری هست که همدیگه رو دوست دارن، توی مهمونی میرن، وقتی وارد اون مهمونی میشن از هم جدا میشن، یه کاری به هم ندارن. اگه یکی برسه به این دختره بگه اون دوست پسرت هست، میخوای با اون ازدواج کنی، اون نامزدت هست، میگه نه نه نه. فکر کنید وقتی پسر اینو میشنوه چی میگه. پس هوشیار باشیم به عنوان فرزندان خدا. عزیزان اگر به مسیح ایمان آوردیم، انکارش نکن، پنهانش نکن. توی مهمونی، توی محل کارت حتما حکیمانه عمل کنیم،
اما پنهانش نباید بکنیم این عشق رو. شاعر میگه عاشقی جرم قشنگیست، به انکارش مکن. نویسنده اعلام میکنه که تو ما را نجات میدهی، تو میدانی که من هرگز در این مورد سکوت نکردم. در مزمور 116 آیه 10 میگه ایمان آوردم و سخن گفتم. پس ایمان سکوت نداره. اونجا که ما سکوت میکنیم نگاهی بکنیم، ایمانمون رشد نکرده. ایمان داریم به مسیح اما ایمانمون رشد نکرده. چقدر ایرانی توی لس آنجلس هست میدونیم؟ 100,000 تا؟ 200,000 تا؟ 300,000 تا؟ چقدر؟ 600,000 تا؟ 1,000,000؟ 800,000 تا؟ ما چرا بیکاریم؟ چرا کلیساها باید خالی باشه؟ چه اتفاقی افتاده؟ مگه ما ایمانداران نیستیم؟ هر کدوم ما باید یک ایرانی رو بشارت بدیم، روز یک شنبه او رو دعوت کنیم به خانه خدا. این مذهب نیست، این عشقه. اگر ما آزاد شدیم، اگر آرامش داریم، اگر قوت خدا رو در خانه خدا داریم، غافل از این که بعضی موقع ما نمی‌بینیم که مثلا اون رو چیکارش کنیم. اگر عشق در دل ماست میباید این پیام رو به دیگران بدیم. اگر بریم آسمان که خواهیم رفت یه روزی، اون موقع تصور نمی کنیم که همکارم، همکلاسیم، همسایم، دوستم، خواهرم، برادرم داشت میمرد، حتی نرفتم برایش دعای بکنم به نام مسیح، ترسیدم. خیلی مواظب باشیم. آیا ایمان ما دروغه؟ اگر ایمان ما حقیقی هست میباید این عشق رو اعلام کنیم و این خوشنودی خداست. و اعلام میکنه نویسنده و من مژده نجات را در دل خود پنهان نکردم، خدمت کردم، بشارت دادم و به همه گفتم، بلکه همیشه از وفاداری و کمک تو در میان جماعت سخن گفتم. متا 28:19 میگه بروید و تمام مردم این خبر خوش نجات رو بدید، شاگردشون سازید و بعد تعمیدشون بدید. ادامه میده درباره محبت پایدار و صداقت تو سکوت نکردم. متا 28 حالا 20 19 میگه من برم، 20 میگه تا انقضای عالم تو رو رها نخواهم کرد، من با تو هستم. بگیم به دیگران اگر به دنبال خدای حقیقی هستن، خداوند حقیقی رو به اونها معرفی کنید. چرا که مردم ما به طور خاص ایرانی ها مذهب زده شدن. حق دارن، حق دارن. 1400 سال رو رها کنیم، این 40 سال رو بچسبیم که چه بلای سر ما آوردن. حتی ماها که ما فکر میکنیم فرار کردیم، ایرانی ها فرار نکردن. ایرانی ها فرار نکردن، ایرانی ها رها نیافتن، ایرانی ها نجات پیدا نکردن. از ایران اومدن آنانی که مسیح ایمان میآورند نجات یافتن و باید دنبال بقیهشون بریم تا باعث سلامتی بشه. یک مثال آلمانی میگه عشق رقص میآورد، برعکس مذهب میگه نرقص. اما کلام خداوند میگه برای خدا بهترین سازها رو بزن و نیز برای خدا برقص. خوشنودی خدا که همان اراده خدا میباشد و از آنجایی که خالق من خداست و بهتر از هر کسی آگاه هستش که انسان چگونه میتواند به هدف خلقت نزدیک شود، دلیل بزرگی است تا ایمان من به او نسبت به افکارش، اندیشه خداوند و هر آنچه که برای من دارد نیز فکر کنم، آنچه که پسندیده خداست رو بتونم انجام بدم. مزمور 37:23-24 نویسنده اعلام میکنه خداوند از آنانی که رضایت دارد حمایت میکند. پس بسیار مهمه که من بدونم چگونه میتونم خداوند رو خوشنود کنم. هرگز نمیخوام این تصویر رو داشته باشیم که حالا خدا یک موجودی اون بالا هست با اون همه قدرت و توانایی میخواد من از اون از من راضی باشه، پس بنابراین رضایت او کمک میکنه که عقده درونی او بتونه اشباح بشه و بعد کمک من بکنه. هرگز رضایت او یعنی من دارم درست میدم، من دارم دقیقا توی اون تارگت میزنم. گناه یعنی چی؟ نزدن به هدف. هدف چی بود؟ شکل خدا شدن بودش. خوشنودی خدا یعنی من دارم به هدف میزنم، من دیگه تو جایگاهی نیستم که هلاک بشم.
میگه خداوند از آنانی که رضایت دارد حمایت میکند و آنان را به راهی که باید بروند هدایت مینماید. پس سخت نیست، فقط تصمیمش هست. اگر بلغزند نخواهند افتاد، زیرا خداوند دست آنها را میگیرد. اراده خدا مفهوم داره، خوشنودی خدا معنا داره، معما نیست. خوشنودی خدا عشق خداست، عشق پایدار هست. 50% نیست، 99% هم نیست، 100% ما رو دوست داره. 100% عاشق انسان هستش، حتی اگر اون انسان در گناه هست خدا دوستش داره. به خاطر همین بود یگانه پسرش رو برد و مسیح گفت من نیامدم داوری کنم، من آمدم تا شما رو نجات بدم. داوری باشه مال تمام اون پیغمبرا. مسیح برای داوری نیامد، مسیح برای نجات انسان آمد تا انسان رو نشون نجات بده و عشق و معرف محبت کامل خدا باشه. و برای او هرگز 1% هم نسبت به عشقی که به ما داره کم نخواهد شد، چون اون ما رو دوست داره، برای ما اندیشه میکنه. حتی زمانی که مسیح ایمان میاریم، گناه میکنیم، اون عاشق ما هست، گناه ما رو دوست نداره. از این رو باید به خودمون بیاریم. خانم نصف شب خواب بلند میشه، میبینه همسرش کنارش نیست، میگرده میبینه خبری، میره طبقه پایین، میبینه خانم همسرش هم تا نشسته داره به عکس زمان عروسیشون نگاه میکنه و همینطور داره کلش هم تکون میده. بعد میره جلو میگه چی شده، چرا اومدی اینجا نصف شب؟ میگه راستیتش یادت 20 سال پیش عروسی کردیم؟ زنم آه قربونت برم، بغلش میکنه، میگه چه خوب یادته. میگه آره 20 سال پیش بود که تو اومدی من گفتی بابا مادرم دارن میرن مسافرت و بیا خونمون هیچ کس نیستش، منم اومدم خونت داشتم با همدیگه صحبت میکردیم میرقصیدیم و یه دفعه پدر مادرت اومدن گفتن مسافرتمون کنسل شده. منو اونجا بابا دید، رفت از سرشو برداشت، گفت یا میکشمت یا میری زندان، 20 سال زندان، یا باید با دختر من عروسی کنی. الان داشتم فکر میکردم اگر زندان رفته بودم امروز روز آزادی من بود. خدا این گونه فکر نمیکنه، خدا هرگز این گونه فکر نمی کنه. پشیمون نمیشه از کاری که کرده، یگانه پسرش رو فرستاده. اشتباه میکنیم، گناه میکنیم. عشای ربانی برای همین هست، عشای ربانی که بیایم تصفیه کنیم خودمون رو، تقدیس کنیم. از این رو لازم هست. بنابراین آنچه را که لازم هست در ابتدا ما انجام دهیم برای خوشنودی خدا، ایمان و وفاداری به اراده او هست تا بتوانیم زندگی سالم و موفقی داشته باشیم. باز در کتاب تثنیه 6:17-19 نویسنده که موسی هست این گونه میگه: شما باید به دقت از هر امر خدا خداوند خدایتان پیروی کنید. یعنی مانند همین کاری که امروز کردید، حضور شما در عشای ربانی که آمدید، کلام خدا گفت به یاد بیارید و شما اومدید برای عشای ربانی و احکام و دستورات او را که به شما داده است به جا آورید. آنچه را که نیک و در نظر خداوند پسند است انجام دهید. یعنی اون احکامی که باعث زندگی سالم ما خواهد شد تا زندگی خوب و آسوده داشته باشید و به سرزمین خوبی که خداوند به اجدادتان وعده داده است بروید و آن را تصرف کنید. یعنی امید و آرامش و سلامتی و قوت و تصرف کنید. و اگر امروز اینجا هستید شما، به خاطر همین هست که شما بیایید حضور خدا و عشق خدا رو اینجا یک بار دیگه لمس کنید. ولی فقط اینجا نباشه، با خودت ببر که در خلوتگاه توی خونه داشته باشید. صبح که میخوای استارت ماشین بزنی، با قوت خدا، با او شروع کنی حرکت کردن. شاعر میگه همه گر من کنند از عشق، من آن کنم که خداوندگار فرماید. حتی اگر از من دور بشن به خاطر این عشق و وفاداریم به خدا، اما من برای خوشنودی او نیز ایستادم. نویسنده ادامه میده: به اجدادتان وعده داده است بروید و آن را تصرف کنید. اون در از اورشلیم زمینی رو داره اشاره میکنه، ولی سخن از اون اورشلیم آسمانی و امنیت و آرامش است. و دشمنان خود را طبق وعده خداوند بیرون خواهید راند. دشمنان ما کیا هستن امروز؟ با من هستن گاهی؟ بگید
باعثش میشه. دشمن ما ترسامونه، دشمن ما ناامیدی هامونه، دشمن ما نگرانی هامون هست، دشمن ما شک هست که باهات داره میاد، دشمن ما تجربیات تلخ گذشته هست که متاسفانه همراه ما هستش. اراده خدا وقتی که نزدیک به ما هستش، این رو ایمان داریم که این دشمنان نمیتونن بر ما تسلط داشته باشن. باز شاعر اعلام میکنه: تا نشوی مست خدا، غم نشود از تو جدا. بیشتر در اندیشه و فکر این باشیم که خدا رو بشناسیم و بیشتر در فکر و اندیشه این باشیم که بتوانیم او رو خوشنود کنیم. سوال اینجاست: چگونه اندیشه، چگونه سخن و چگونه رفتاری میتواند در ما خوشنودی خدا رو به عمل بیاره؟ چگونه؟ هر کدوم یه فکری داری، من چه کار کنم که خدا از من خوشحال بشه؟ ولی آیا حقیقتاً اون اراده خداست یا نه؟ اون فکر منه، من این حرکت رو انجام بدم خدا خوشحال میشه. شاید اون نباشه. شاگردان با مسیح بودن و مسیح وقتی با اونها هم قدم شد و اونها محبت مسیح رو میدیدن و میدیدن مسیح چقدر پر از محبته، ولی یک باری میگن عیسی مسیح بهتر نیست این عطری که الان رو دست و پایتو داره ریخته میشه از طرف مریم ما این رو بدیم به فقرا؟ مسیح چی گفت؟ آیا مسیح بر علیه فقراست؟ خیر، هدف مقدس تایی رو داره در نظر میگیره و ما میدونیم که بنیاد تمام سازمان‌های خیریه مینیستری های مسیحی و کلیساها بودن، از اون مخالف نبوده. آیا باید درک درستی داشته باشیم نسبت به خوشنودی خدا نسبت به هر مکان و هر شرایطی؟ مسلماً از این رو هست پولس رسول در نامه افسسیان 5:10 این گونه میگه: تحقیق نمایید که پسندیده خداوند چیست. کلی نمیگه، تو هر موقعیت زندگی، محل کارت، تو یه کلیسا، شرایط زندگی توی خانواده، تو اون موقعیت تو چجوری میتونی خداوند رو خوشنود کنی؟ در نامه عبرانیان 11:6 به کلیت اول خوشنودی نسبت به خدا میگه: لیکن بدون ایمان تحصیل رضامندی او محال است. ما بدون ایمان نمیتونیم بگیم خداوند ما تو رو میتونیم خوشحال کنیم، چرا که در اراده خدا اگر شک و دودلی باشه و اعتماد و وفاداری نباشه مسلما آسیب خواهیم خورد برای خوشنود کردن خداوند. نمیتونیم به اون هدف اصلی برسیم. سعدی اعلام میکنه: سخنها دارم از دست تو در دل، ولیکن در حضورت بی زبانم. خیلی حرفا دارم، این مشکل رو چیکار کنم، بچه‌م رو چیکار کنم، کارم چرا اینجوری شده، خدایا چرا فلانی ایمان آورده وضعیتش زندگیش خیلی خوب شده، اون اومده خارج اینطوری شده، چرا من اینطوری هستم، چرا من هر یک شنبه کلیسا میرم خدمت میکنم اما هر روز مشکلات دارم؟ ولی وقتی میری در حضور خدا، آرامش خدا تو رو در بر میگیره، انگار زبونت بسته میشه، عشق خدا تسلی میده دل تو رو که منتظر باش خدا تو رو برکت میده، بیشتر از اون به تو برکت خواهد داد. این گونه نیستش که تو در آزردگی بمونی. برای مثال در خانه او که چگونه نام خداوند را جلال دهیم، میتونیم رجوع کنیم به کلام او نسبت به آنچه که داوود داره اعلام میکنه: من چگونه میخوام خداوند رو جلال بدم، چگونه میتونم او رو خوشنود کنم؟ در مزمور 69:30-31 داوود پادشاه میگه: من با سرود خدا را ستایش خواهم کرد و با شکرگزاری عظمت او را بیان خواهم کرد. عزیزان، یک شنبه ها زودتر بیاید برای پرستش. روبن عزیزم یک روزشو وقت میذاره برای همین پرستش. عزیزان لطف میکنم میان و همه بتونیم اینجا در کنار هم باشیم، نام او رو در پرستش جلال بدیم. حیف نیست؟ میخوایم خدا رو خوشنود کنیم؟ یک شنبه زودتر بیاییم، یک شنبه زودتر بیاییم تا نام او رو جلال بدیم حتی در پرستش. میگه من با سرود خدا را ستایش خواهم کرد و با شکرگزاری عظمت او را بیان خواهم کرد. خداوند این را بیشتر از قربانی گاو و گوساله میپسندد. خدا را شکر که امروز ما دیگه در چهارچوب مذهب نیستیم که باید گاو و گوساله قربانی کنیم، گوسفند باید قربانی کنیم. خدا عشق ما رو میخواد نسبت به خودش.
اراده خدا در هر روز و هر جا نیز میتونه با ما باشه، نه فقط در کلیسا، بلکه در خدمتمون میباید با ما باشه، در بشارت، در هدایا دادن، در هر موقعیتی که هستیم اراده خدا با ما هست. گاهی عزیزان تصور میکنن اراده خدا این هستش که من به مسیح ایمان بیارم، خب بعد رسول منو تعمید بده، بای بای، من اراده خدا رو انجام دادم، این نجات من بود، من برم به سمت دنیای خودم. این گونه نمیتونه باشه. اراده خدا، خوشنودی خدا هر قدم با شماست. وقتی ما با یکی ازدواج میکنیم، آیا او رو فقط برای روز ازدواج قبولش کردیم؟ عروسی که تموم شد، تمام، ما بریم سمت زندگی خودمون؟ خدا میخواد با ما باشه. به یه شخصی گفتن نظر درباره لیوان یه بار مصرف چیه؟ گفت 4 سال پیش یکیشو خریدم، هنوز دارم، مشکلی باش ندارم. ما نمیتونیم توی بعد خوشنودی خدا فقط اکتفا بکنیم بهمون. احترام و محبت به همدیگر یکی دیگر از احکام الهی هست که باعث خوشنودی خداوند میشه. انجیل مرقس 12:30-31 و همچنین کتاب تثنیه 6:4 اشاره به اون فرمول خیر میکنه که هر چقدر که خودتو دوست داری با تمام وجود و درک کنیم خدا رو دوست داشته باشیم، به همون مقدار کیو همسایه خلق میشه. میتونیم بشنویم؟ خودم، خانواده، خلق و خدا، فرقم نمی کنه. میتونی الان خداست، الان شما به عشق به خدا آمدید، ولی از اینجا که رفتی بیرون اینقدر گرسنه شده، من صحبت کردم، میری توی رستوران، لطفا ما رو میخواد دعوت کنید با هم بریم، اونجا خودت هستی. اگه منو دعوت کردی، خب خلقم هست دیگه. شوخی کردم، برام نزاع گفتم. حالا فکر میکنم عزیزان آشم امروز داریم، بله، و ماریا عزیزم، به افتخار ماریا عزیزم دست بدیم. خوش آمد میگم مریم عزیزم، با کسالتی که داشتن اومدن، خدا بهت برکت بده مریم جان. خدا رو شکر برای خادمین با غیرتی که میبینم این گونه ایستادن. کلوسیان 3:18-21 نمونه ای از خوشنودی خداست، داره به ما اعلام میکنه، اعلام میکنه ای زنان، اول از زنان شروع کرد، ای زنان شوهران خود را اطاعت نمایید، یعنی وفادار باشید. عزیزان خدا پادگان تشکیل نداده، هوشیار باشیم. اطاعت در کتاب مقدس وفاداریه. خدا انسان را آزاد آفریده، هرگز خدا از ما اطاعت نمیخواد. اگر از ما اطاعت میخواست پس ما آزاد نیافریده بودیم، شده بودیم. خدا از ما وفاداری میخواد. زن و شوهرها از هم دیگه وفاداری میخوان، دوستا از هم وفاداری میخوان. ارتش میتونه اطاعت باشه، ولی در حضور خدا وفاداری از اطاعت بالاتره، چون اطاعت وظیفه است، وفاداری مسئولیته، وفاداری از عشق میاد. پس اینجا میخوام این سوء تفاهم رو برداریم از ذهنمون. میگه ای زنان شوهران خود را اطاعت نمایید، یعنی وفادار باشید چنان که در خداوند میشاید، همون وفاداری که به خدا دارید. ای شوهران، ای شوهران زوجهای خود را، زوجه خود را محبت نمایی. محبت تا چه مرزی؟ یکی بگه. واو، عجب دلی داره این خواهر ما، جانش هم برد، درسته. بله، عیسی مسیح جانش رو برای کلیسا داد. پس بنابراین یک مرد خوب، مردی که میخواد خدا از اون راضی باشه، باید جانش رو بده برای همسر خودش. عزیزان این تعارف نیست و داره کلام خدا میگه. اگر میخواید وفادار باشید، مردان باید جانشون رو بدن، زنان باید وفادار باشن. تعارف نکنیم با این قسمت. بعضی موقع ها چرا طلاق ها هست، چرا سوء تفاهم ها هست؟ چون این کلام رو انجام نمیدن، چون در ذهنشون خوشنودی خدا نیست، هنوز خوشنودی خودمه. میگم نه آخه شما نمیدید، بعد از یه قصه هاییه، ولی خدا میدونه قصه های تو رو. اعلام میکنه و با ایشان تلخی نکنید. به به، چه مردی هست تلخی نکنه با همسرش؟ زارا جان شما فقط منو لو نده فعلا. پیش میاد، ولی این در از ضرورت یک زندگی سالم است. مواظب باید باشیم، چون کلام خدا باز میگه زنان جنس لطیفی هستن. مسئله بدنشون نیست، مسئله روح و روان و احساساتشونه. میگه لطیفه،
میگه خوش شد. اگر اون زن رو تو درک نکنی جنگ میشه، جنگ جدایی میشه، بعد شب باید تو خیابون بخوابی. مواظب خودت باش. میگه تلخش نکن با چنین جنسی، با دخترات. من دو تا دختر گل دارم، خدا رو شکر میکنم واقعا. خدا روز مادر خانم منم اومده الان خونه ما، چهار تا خانم هست. خوش آمد بگم مادر خانم هم رو بچت خانم عزیز که لطف کردن اومدن. و اعلام میکنه ای فرزندان والدین خود را در همه چیز اطاعت کنید، یعنی بازم وفادار به پدر مادران، زیرا این پسندیده است در خداوند. ای پدران فرزندان خود را خشمگین مسازید. این تنبیه ها از کجا آمد؟ این زدن ها از کجا آمد؟ این تندخویی در مردان از کجا آمد؟ از کلام خدا نبوده، از کتاب مقدس نبوده عزیزان. هیچ کس در فکر این نبوده که خدا رو خوشنود کنه، طرف میخواست خودش رو خوشنود کنه. کلام خدا چنین چیزی رو نگفته. تنبیه بدنی نیست، خشم نیست، عصبانیت نبوده. کسی که در حضور خداوند از عشق او پر بشه به راحتی میدونه خوشنودی یعنی چیز. اعلام میکنه ای پدران فرزندان خود را خشمین مسازید، مبادا شکست دل شدن. خوشنودی خدا در کسب و کار و معاش، چون وقت نیستش، در بیزینس به نوعی، در امثال 11:1 که عدالت و انصاف هست. خوشنودی خدا در رابطه هامون، راستگویی، امثال 12:22. خوشگویی در افکار و تصمیماتمون، امثال 15:26. و وقتی که اراده خدا برای ما محبت هست و در اراده او ما باید او را محبت کنیم، این محبت همون گونه که گفتم همگانی خواهد شد، همه جا با ما خواهد بود. باز شاعر اعلام میکنه خوشتر از دوران عشق ایام نیست، خوشتر از دوران عشق ایام نیست، بامداد عاشقان را شام نیست. اگر محبت مسیح رو درک کردیم که او مرا محبت کرد، من باید برادرم رو محبت کنم. ما میتونم ایشون یک نفر دیگر رو محبت کنه و در این محبت خوشنودی خدا خواهد بود، قوت خداوند نیز خواهد بود. و این علت داره و علتش این هست که ثمره این خوشنودی برای ما برکته. سلیمان در کتاب جامع 2:26 اعلام میکنه خدا به کسانی که او را خوشنود میسازند حکمت، دانش و خوشی میبخشد، چیزی که لازمه یک زندگی سالم هست، ویژگی که انسان سالم هست. ولی به خطاکاران مشقت کار و زحمت اندوخته و مال را میدهد تا خدا آن را از آنها گرفته و به کسانی عطا کند که از آنها راضی هستش. یه عده زحمت میکشن بدون اینکه بخوان خدا رو خوشنود کنن، در بی‌انصافی، در بی‌عدالتی، ولی خدا اجازه میده ثمره زندگی اونها برای کسایی بشه که خدا رو خوشنود میکنن. کلام خداوند، انجیل نجات بخش، صلیب مسیح، خون مسیح، تعمید، پری روح القدس، خدماتمون، معلمین، شبانان و ادبیات مسیحی، رسانه‌های مسیحی، مبشرین، عطایا، معجزات، همه و همه آمده تا ما خدا را از خود خوشنود کنیم و بتونیم اون رو در جایگاه زندگیمون قرار بدیم که ما نیز پسندیده او باشیم، یعنی او رو درک کنیم. بریم با هم دیگه نامه کلوسیان 1:10 رو داشته باشیم. آیا همه بورشور دارن؟ عزیزانی که بورشور ندارن دستاشون رو بگیرن بالا لطفا. همه بورشور داریم؟ کسایی که بورشور ندارن دستاتون بره بالا و بتونید اینها مثل یک دروس. البته این تک موعظه هستش عزیزان، از هفته دیگه اگر کلامی داشته باشیم به فیض خداوند دوباره فصلش خواهیم کرد. تا شما به طریق شایسته خداوند به کمال رضامندی رفتار نمایید و در هر عمل نیکو بار آورید و به معرفت کامل خدا نمو کنید. آمد. به معرفت، مرسی، یه دست بر این کلام بزنید، به معرفت کامل خدا. یعنی کامل چیم؟ همچون خدا. متا 5:48، پیدایش 2:26-28. مولوی اعلام میکنه گر من به غم عشق تو نسپارم دل، دل را چه کنم؟ بهر چه میدارم دل؟ دلتنگم و دیدار تو درمان من است، بی رنگ رخت زمان زندان من است. امروز که ما فرزند خدا هستیم، اگر در حضور او نباشیم، اگر در اندیشه خوشنود کردن او نباشیم، چگونه ما میتونیم تو یک جایگاهی قرار بگیریم
که توی اون جایگاه موقعیتی باشه که ما در امنیت باشیم. ما فرزندان خدا هستیم، از ملکوت خدا همین که دور میشیم، از نور در حضور خدا دور میشیم، شیطان به ما آسیب خواهد زد، مطابق مزمور 11:2. آیا خدا فکر میکنیم امروز که چنین محبتی داره برای ما با ظلم موافقه؟ آیا خدا با فقر موافقه؟ جواب بشنوم. آیا خدا با فساد موافقه؟ آیا خدا با خرافات موافقه؟ آیا خدا با این ظلم و ستم نظام اسلامی موافقه؟ آیا با حکومتی که داره خرافه ایجاد کرده موافقه؟ پس باید با تمام دلت اعلام کنی سرنگون باد نظام اسلامی در نام عیسی مسیح، و نیز باید این رو از خدا بخواهی. این نیز خدا رو خوشنود خواهد کرد. شاعر اعلام میکنه: آتشی در سینه‌ام دارم خدایا مهلتی، تا از این آتش بسوزانم بنای ظلم را. اگر امروز خداوند این قوت روح القدس رو به ما داده، خدا از ما انتظار داره حتی در برابر ظلم بایستیم. نمیگم لعنتشون کنیم، نمیگم شورش کنیم، اما سکوت نکنید. به یاد هموطنانمون باشیم، تو چه شرایط سختی دارن زندگی میکنن. ما مانند اون توتی هایی هستیم که آزاد شدیم. آیا نباید به فکر توتی هایی باشیم که توی قفس هستن و دربند هستن؟ بریم با هم دیگه نامه اول قرنتیان 10:1-24 رو تا زمانی که فرصت بشه البته بشنویم. میخواد چراغ روشن کنیم؟ لطفا چراغ های وسط روشن کنیم. سپاسگزارم. زیرا ای برادران، نمیخواهم شما بیخبر باشید از این که پدران ما همه زیر ابر بودند. سپاسگزارم. پولس رسول داره اشاره میکنه در عهد جدید با همین مردم قوم اسرائیل، میگه اجداد ما در گذشته زمانی که از مصر اومدن بیرون، اونها اتفاقایی افتاد، ولی خدا بود که برکت داد اونها رو به توسط ابر در روز و آتش در شب، راهنمای اونها بود. امروز هم خداوند راهنمای ماست به توسط روح القدس. امروز خدا راهنمای ماست به توسط کلیساش، به توسط معلمین. چرا تشویق میکنیم کلاس ها رو بیایید؟ برای اینکه یاد بگیریم چگونه بتونیم در این جنگ روحانی پیروز بشیم. بله. و همه از دریا عبور نمودند و همه به موسی تعمید یافتند در ابر و در دریا. در تثنیه 29:5 اشاره میکنه، میگه تو این 40 سالی که اینا آواره بودن، نه لباسهاشون پاره شد نه کفشاشون پاره شد. ما میتونیم به راحتی تو سختی ها و مشکلات خودمون این گونه بسپاریم به دست خداوند. باور کن کلیسای پرستن مسیح الان تو این شرایط هست. نه الان، و الان مدت طولانیه، درسته؟ نه کفشمون پاره میشه نه لباسمون. خدا با ماست، هنوز داریم خدمتون میکنیم. و خبر خوش اینه، هفته گذشته گفتم میخوایم بریم روی ماهواره و احتیاج به $10,000 پول داریم. هنوزم دارم میگم اینو. اگر در دل شما و عزیزان که روی فیسبوک با ما هستن یا روی اینستاگرام دست یاری به ما بدن، ما این خدمتمون رو گسترده کنیم، ایران لازم داره. اما هفته گذشته عزیزی که نظر لوت داره از من خواهش کرده اسمشو و مکان زندگیشو نگم، ایشون ما رو توی یک شبکه بین‌المللی به نام NHK اگر اشتباه نکنم که برنامه‌های مختلف کشورهای خاص رو داره، روزی 3 ساعت امتحانی الان شروع کردیم. پیروز این اتفاق افتاد، با تصویر بسیار خوب پخش کردیم توی دنیا. روزی 3 ساعت ما توی ایران پخش خواهیم شد. این همون محبت خداست. درسته بهاشو داره کسی دیگه میده، پولش یکی دیگه میده، ولی این اتفاق افتاد. ما نرفتیم بخوایم بگیم ما با این وضعیت بد مالیمون بریم پولی رو آماده کنیم، و خدا این رو مهیا کرده. بله. و همه همان خوراک روحانی را خوردند و همه همان شرب روحانی را نوشیدند، زیرا که می آشامیدند از صخره روحانی که از عقب ایشان می آمد و آن صخره مسیح بود. لکن آمین. اشاره داره میکنه، سپاسگزارم، اشاره داره میکنه. میدونیم که این قوم گرسنه شدن، از کجا اومد خوراکشون؟ نان من. تشنه شدن، به صخره زدن، خداوند به موسی گفت به صخره بزن و آب اومد. حالا
پولس رسول داره به کلیسا میگه، الان داره به ما میگه. میدونیم که در عید فصح یهودی ها 4 بار از جام شراب استفاده میکنن. دفعه سوم که از جام شراب استفاده میکنن، به یاد میارن قربانی رو، بره قربانی رو که باعث بیگناهی اونها میشه. در از پولس رسول داره اشاره میکنه زمان عشای ربانی، تو وقتی که میای اون پیمانه رو میگیری، اون شراب رو میگیری، اون همون خون مسیح هست. این همونی هست که در گذشته اشاره بود، هدف نبود تمام آنچه را که انجام، و اون نانی رو که تو داری میخوری در عید فصح که عبور کردی از بردگی، امروز این نان بدن مسیح هست و خون مسیح و بدن مسیح در ماست که امروز ما با مسیح یک هستیم. پس بدن ما پیکر خدا شده، مطابق اول قرنتیان 3:16 و 6:19. پس خدا در ماست، پس مواظب زندگیت باش. گناه که میکنی خدا کنارته، خدا رو خوشنود نکردی با گناه، پس هوشیار باش چه کار داری میکنی. بله، لکن از اکثر ایشان خدا راضی نبود، زیرا که در بیابان انداخته شدند. و این امور نمونه ها برای ما شد تا ما خواهشمند بدی نباشیم چنان که ایشان بودند، و نه بت پرست شوید مثل بعضی از ایشان، چنان که مکتوب است قوم به اکل و شرب نشستند و برای لهو و لعب برپا شدند، و نه زنا کنیم چنان که بعضی از ایشان کردند و در یک روز 23,000 نفر هلاک گشتند. هدف اینجا نیستش هوشیار باشیم. وقتی صحبت از نوشیدن مشروب میکنه، این نیست که مشروب ما میخوریم گناهکار میشیم، بلکه اونها از هدف اصلی خلقت دور شده بودن، از هدفی که خدا برای اونها داشت دور شده بودن. متاسفانه در اون زمان شرایط ایجاد شده بود که اونها به خاطر موقعیت فرهنگی که تو اون جامعه داشتن، داره قرنتیان بهش اشاره میکنه توی نامه قرنتیان، اینها گاهی خوراکهایی رو استفاده میکردن که متعلق به بت‌ها بود. اما میگه اگر شما اون خوراک رو میخوردی، چون خدا اون موجود آفریده بوده، این ربطی نداره. اما اگر روی یک نیتی میرفتی، میگفتی مثلا من الان به مسیح ایمان آوردم، آشورا تاسوعاست، آخ شنیدم مسجد فلانجا دارن خوراک میدن، برم بخورم خیلی خوبه، این بت پرستیه. اگر به مسیح ایمان داری، هنوز به خاطر امنیت جانی از این چشم نظرها داری استفاده میکنی، این بت پرستیه. اگر به عیسی مسیح ایمان داری، هنوز دنبال فال و فالگیری هستی، این بت پرستیه. پس خودتو تقدیس و پاک کن از این چیزا، چون باهاش حملات شیطان تو زندگی خواهد اومد و به تو داره آسیب میزنه. پس مسئله خوردن شراب نیست. اینجا عیسی مسیح داره تشبیه با ما صحبت میکنه که عظمت کار خودش رو بگه. شاعری اعلام میکنه، گویند که گر می بخوری عرش بلرزد، عرشی که به یک جام بلرزد به چه ارزد. در خانه ما، البته خونه ما نه، این خانه این شاعر رو داره میگه، فردا نگید خونه میگید. در خانه ما زیر زمینی است که در آن یک خم بخوری، یک خمره بخوری، خشی از آن نیز نلرزد. به خوردن و نخوردن نیستش، که به نوع زندگی ما هست که ما چه نوع زندگی داریم میکنیم باعث خوشنودی خدا بشه. بله، و نه مسیح را تجربه کنیم چنان که بعضی از ایشان کردند و از مارها هلاک گردیدند، و نه همهمه کنیم چنان که بعضی از ایشان کردند و هلاک کننده ایشان را هلاک کرد. و این همه به طور مثل به دیشان واقع شد و برای تنبیه ما مکتوب گردید. اشاره پولس رسول این هست که داره میگه مطابق آنچه که مسیح گفته، مسیح آب حیات بخش زندگی ماست و مسیح نان زندگی ما هست که قوت ما خواهد شد، بنیان زندگی ما خواهد بود. بله، که اواخر عالم به ما رسیده است. پس آن که گمان برد که قایم است، با خبر باشد که نیفتد. هیچ تجربه جز آن که مناسب بشر باشد شما را فرو نگرفت. اما خدا امین است که نمیگذارد شما فوق طاقت خود آزموده شوید، بلکه با تجربه مفرا نیز می سازد تا یارای تحمل آن را داشته باشید.
لحاظا ای عزیزان من، از بت پرستی بگریزید. به خردمندان سخن میگویم. همون گونه که عرض کردم، هوشیار باشی. خیلی موقع هستش که ما میریم پیش بعضی از افراد. ما تو کلیسای خودمون معلمینی داریم، برادر عزیزم امیر جان هستن، برادرم مت عزیز هستن، بهروز عزیز هستن و عزیزانی که معرفی میکنیم. ولی شما این موقع میگید، سوال میکنید از کسایی که تازه وارد شدن، طرف دو هفته وارد شده، بعد شما میرید میگید آقا اراده خدا چیه؟ اونم بیچاره نمیدونه، میخواد کم نیاره. یه چیز به شما میگم، همینجور یه چیز بهتون میگم و شما اینو میپذید و این اشتباس. خیلی باید هوشیار باشیم. امروز کلام خداوند داره میگه خوشنودی از چیست؟ پیروی از خود عیسی مسیح است، پیروی از آن که نان حقیقی هست، حیات حقیقی است. اگر از اینجا رفتید بیرون، افرادی بودن شما رو به بازی گرفتن، خودتون تو جایگاه اشتباهی استادید. اون سوال رو شما باید از کشیش بکنید و از معلمی سوال بکنید. گروهی از جوانان رفتن پیش شخصی که اون رو به عنوان استاد و حکیم میدانستن، رفتن گفتن ای استاد حکیم، ما میخوایم ازدواج کنیم، پند و نصیحت تو چیست؟ گفت توانایی. گفتش نه. گفتن خب توانایی در ثروت؟ گفت نه، اعتباری در ثروت نیست. گفتن پس توانایی در جسمی سالم؟ گفت در اونم اعتباری نیست. گفتن توانایی در هنر؟ گفت در اونم نیست. گفتن در علم؟ گفت در اونم نیست. بعد یکی اونا دستشو برد بالا، گفت ببخشید آقای استاد، شما رو سر کار گذاشتی؟ گفت دقیقا همینه، سر کار نرید لطفا. انرژی درمانی و گفتار درمانی و حلقه عرفان و و و بازی ها، همه اینها 12 قدم و همش از کلام خدا گرفته شده. چرا به دنبال بازی های دیگه ای میرید؟ ریشش همینه که باعث نجات هستش. و پولس رسول داره اینو میگه، میگه کجا خودتون رو سردرگم کردید؟ کلام رو بخون، آزاد بشی، شفا بگیری، در حضور خداوند زمان عشای ربانی بیا، تمام آن چرا که باعث ضعفت هست ببر در حضور خدا و قوت روح القدس رو بگید. من یک نمونش هستم که این مسیر رو طی کردم و توانستم آنچه که بر علیه هم بود ترک کنم. هنوزم دارم این کار رو میکنم، چون تا زمانی که روی زمین هستیم وسوسه ها هست، گناه و آشفتگی نیز هست. بله بفرمایید. خود حکم کنید بر آنچه میگویم. پیاله برکت که آن را تبرک میخوانیم، آیا شراکت در خون مسیح نیست؟ و نانی را که پاره میکنیم، آیا شراکت در بدن مسیح نیست؟ زیرا ما که بسیاریم، یک نان و یک تن میباشیم، چون که همه از یک نان قسمت مییابیم. اسرائیل جسمانی را ملاحظه کنید، آیا خورندگان قربانی ها شریک قربانگاه نیستند؟ میگه اسرائیل جسمانی. چرا میگه جسمانی؟ برای اینکه میگه فقط به فکر دنیا بود. بعد کلیسا میگفت من اینو میخوام، وقتی میگرفت نبود دیگه، ما دیگه تو کلیسا نمیدیدیمش، رفت دنبال زندگیش، دوباره میفته تو مشکلات. دائما تو کلیسا دعا میکردش، فراموش کرده بود. کلیسا جایگاهی هستش که بیاد روح او قوت بگیره، به شکل خدا بشه، تا بتونه حیات رو داشته باشه، تا بتونه دستی باشه. چقدر بهتر بود که ما مانند اون شخص که روی صلیب وقتی مسیح ایمان آورد رفت تو آسمان، بهتر نبود؟ برای چی ما موندیم؟ به خاطر خدمت موندیم. موندیم تا کنار کشیش رسولها بیستیم، با رویاهای اون بتونیم، رویاهایی که خدا داده به کشیشای کلیسا، با رویاهای اونها بتونیم ملکوت خدا رو گسترده کنیم. نه فقط بشینیم، حتی زمان خدمتمون باشه. این ایام میگذره، روزها میگذره، اینجوری میگذره. من که الان 20 سالم هست، فکر میکنم همین چند روز پیش بود 20 سالم شد، شما رو نمیدونم البته. بله بفرمایید. پس چه گویم؟ آیا بود چیزی میباشد یا که قربانی بود چیزی است؟ تا 24 رو لطفا بخونید. نه بله، بلکه آنچه امتها قربانی میکنند برای دیوها میگذارند، نه برای خدا، و نمیخواهم شما شریک دیوها باشید. پس مواظب باشید، به مسیح ایمان آورید، در مسیح خلقتی تازه است. ایشالله ماشالله تمومه، الله هم تمومه، نام خدای ما یهوه است. اگر خواستید من کلاس اسلام شناسی برای شما عزیزان خواهم گذاشت. ما ضد اسلام و ضد هیچ مذهبی نیستیم، عشق معرف خدمت ما هستش. توی سیستم آمریکایی بانک هم همینطور هست، هرگز به کارمندهای بانک نمیان دلارای تقلبی رو یاد بدن، یک دلار اورجینال یادش میدن.
عیسی مسیح دلار اورجینال زندگی و حیات ما رو به ما یاد داده. لزومی نداره ما مذهبی رو بکوبیم، نمیخوایم، ولی این رو میدونیم اونجایی که اشتباس میگیم الله بوته، رب خداست، الله رو صدا نکنید، الله اکبرم نیست، اینقدر بیشتر قدش نبود، مجسمش بوتش. بله، محال است که هم از پیاله خداوند و هم از پیاله دیوها بنوشید و هم از مایده خداوند و هم از مایده دیوها نمیتوانید قسمت برد. آیا خداوند را به غیرت میآوریم یا از او تواناتر میباشیم؟ همه چیز جایز است لکن همه مفید نیست. خیلی چیزا هستش که ما میگیم بخیر چه اشکال داره دیگه، حالا ما یه دروغ هم بگیم، یه کلک هم اینجا بزنی، این حالا برحال یه مشکلی حل میشه. دو نفر با هم آشتی میکنن، دروغ مصلحتی تو اسلام، دو نفر با هم آشتی میکنن، خدا راضیه. نه خیر، این گونه نیستش در مسیحیت. مسیحیت خیلی سخته، اما وقتی پری روح القدس داری خیلی آسان میشه و لذت میبری ازش، دیگه سرزنش نمیکنی خودت رو. بله، همه رواست لکن همه بنا نمی کند. هر کس نفع خود را نجوید بلکه نفع دیگری را. آمین 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 آمین. بنابراین وقتی اراده خدا رو می خواهیم، یعنی اعتماد به اون داریم، اون امید من هست، به اون توکل می کنم، هر اتفاقی هم که میفته می ایستم، خدا تقویت هم می کنه. وقت نیست آیات بیشتری بخونیم، اما این شاعر چه زیبا میگه. میگه با چشم بستم بکشانی به هر طرف، جای گله نیست، بهشتم فقط تویی. فقط من در حضور خدا هست که اون آرامش و قوت رو دارم، و اگر در حضور خداوند من این آرامش و قوت رو دارم، چرا باید به راه دیگه ای برم؟ پس بیاندیشم فقط برای اینکه خدا رو خوشنود کنم. آخرین آیه رو بخونیم لطفا، نامه اول قرنتیان 10:31. پس خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه هر چه کنید، همه را برای جلال خدا بکنید. آمین. این مذهب نیست، برای همین میگم این لامذهبیه. تو مذهب میگه اینو بخور اونو نخور، این کارو بکن این کار. مسیح میگه این کار. هر کاری میخوای بکنی، حکمتت چی میگه؟ به حکمتت عمل کن. اونجایی که روح القدس تو رو ملزم میکنه نکن دیگه اون کارو، باعث آزار خودت و دیگران نشو. آمین. آماده هستیم این عهد رو با خدا تازه کنیم، نزدیک سفره خداوند بشیم؟ لحظه سرهای خودتون رو خم کنید. از خادمی میخوام لطفا با من باشن، امیر عزیزم لطفا، بعد یوسف. لطفا بایستیم. کلام خداوند، پولس رسول، یک باب بعدی این اول قرنتیان، باب 10 رو که خونیم، 11 مستقیم داره اشاره میکنه، میگه زمانی که به عشای ربانی، به سفره خداوند نزدیک میشیم، اجازه نده در دلت کینه ای باشه. من میخوام بگم اجازه نده در دلت ترسی حتی باشه، نگرانی باشه. تا خدا با ماست پس چرا بترسیم؟ پس چرا نگران باشیم؟ حتی آزرده دل نباشیم. خداوند میخواد تو رو حمایت کنه. آمین.